سلام دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون عالی باشه و درسای قبل رو با دقت کار کرده باشید. در این ویدیو قصد دارم در رابطه با یک رد دهنده جدید صحبت کنم. اون آلدو هست دوستان. آلدو به معنی اگرچه یا هرچند که، درسته که، با این که، خب همینا یکیه دوستان و در واقع جزء رد دهنده های تضاد هست. یعنی یک تضاد رو در بین دو تا جمله نشون میده به ما. مثلا ما توی فارسی میگیم با اینکه اون چاقه ولی خیلی سریع راه میره، ها، به نوعی چاق بودن به سرعت راه رفتن در تضاد هست، میشه آلدو. پس آلدو دوستان میشه اگرچه یا هر چند که. به جمله دقت کنید دوستان، آلدو my friend studied hard he failed the exam. خب میگه اگرچه دوستم سخت درس خوند، ها، یعنی خیلی درس خوند، he failed the exam، ها، یعنی در امتحان رد شد. اگرچه خیلی درس خوند، سخت درس خوند، در امتحان رد شد، یعنی در واقع انتظار داشتیم، خب زیاد درس خوند، انتظار نداشتیم که رد بشه، اما رد شده. پس این به نوعی تضاد هست. یا جمله دومو دقت کنید دوستان، although it was rainy we continued to work. although اگرچه it was rainy، بارونی بود، یعنی هوا بارونی بود، ما ادامه دادیم به کار. اوکی، ما کارمون رو ادامه دادیم. به این صورت دوستان، پس ببینید این در واقع نحوه استفاده از آلدو هست که دو تا جمله رو به هم متصل میکنه و ربط دهنده است. حتما سعی کنید دوستان از این ربط دهنده استفاده کنید. خیلی خوشحال میشم اگر جملاتی رو با استفاده از آلدو کامنت کنید.